خب درس امروز ما شما اعداد مختلط از شاگرده گرمی متعجی باشید. ما روز قبلی گفتیم که اعداد حقیقی با مرمومی میتونه که ضرب شد میتونه تقسیم شد. امروز میگیم شاگرده هایی که یک اعداد حقیقی اگه داشته باشیم با اعداد مرمومی جمع و تفریق شدن نمیتونه. به طور مثال شاگرده گرمی متعجی شش اعداد حقیقی است. دو آی عدد مفهومی است. شش جمع دو آی جمع نمیشه. این نه شش آی میشه و نه هشت آی میشه و نه هشت. فعلا ما اگر عدد حقیقی را یک عدد حقیقی اگر داشته باشیم با یک عدد مفهومی در حالت جمع باشن جوابش نشتا میکنیم جمع نمیشه شکل دیگر. یک عدد حقیقی داشته باشیم از یک عدد مفهومی تفریق هم نمیشه. هر وقتی که یک عدد حقیقی با یک عدد مفهومی دالت جمع قرار بگیره وقتی که یک عدد حقیقی با یک عدد مفهومی دالت تفریق قرار بگیره اینمی عدد بنام عدد مختلط دارد میکنیم. پس گوشتا میکنیم گوش کن جمع و تفریق عدد حقیقی با عدد مفهومی بنام عدد چی؟ مختلط دارد مشاگرده یادی متوجه. پس ما گوشتا میکنیم که عدد مختلط شکل عمومیش چی گونه است؟ زید مسایز به شاگرده گرامی A مثبت بیاد. زید مسایی میشه و A مثبت بیاد. شکر دین حد عزیز. دینیم یه عدد مختلط زید مسایی به A مثبت بی آی. بعض نکات هست که باید یک شاگرد کنکور بفهمه. A چون این قسمت A هست آی نداره نیم. ای رشته میکنیم A بنام قسمت حقیقی یاد میشه. و این قسمت دوم شاگرده بی آی هست. بی آی هست. های بی آی بنام قسمت مفهومی یاد میشن. شاگرد های عزیز اگر این ای را صفر قرار بدیم ای که صفر شود چی میمونه؟ بی آی. اگر ای صفر شود عدد مفهومی خالص است. اگر شاگرد های گرامی بی صفر شود اگر بی صفر شود آی از بین میره چی میمونه تا ای؟ عدد حقیقی خالص است. شاگرد های حد عزیز پنجمش میگه که امی اعداد مختلف به شکل جوری مرتب هم نشته میشه. جوری مرتب شون تبرید که اول A میاد دو B میاد قسمت حقیقی کامل قسمت و در قسمت مفهومی هم تنها ضریب آی خود آی نشته A B A B میشه. شاگرده نهایت عزیز دقیقه شاگرده گرامی قیمت آر ای زید آر ای زید یعنی ریال پارت یا قسمت حقیقی چی؟ عدد مختلط. قسمت حقیقی عدد چی؟ مختلط. عبارت از قیمت چیست؟ ایست. قیمت چی؟ آیم زید امیجندری یا قسمت چی؟ مفهومی عدد مختلط زید است. های تفاوتش ایست که در آیم زید شما ضریب آیم میگیرید. یعنی بی را نشته میکنی اما آیم نشته نمیکنی. مثلا اگر باشه شش مثبت دو آی. مثلا ما داشته باشم شش مثبت چند؟ دو آی. اینی قیمت آی زید است. گرد بگرفت انشاءالله. ورطنا ضریب آی. ورطنا ضریب آی. قیمت آی ام زید آفرین شد این امتیار صحیح شد انشاءالله. هایده می عدد مختلط آر ای زیدتان چند است؟ شش است و آی ام زید تنها دو تنها دو است ایتو مانو دارم امیده شد انشاءالله. دقیقه شاگرده این حد عزیز برای دریافت طول زید وقتی که زید به شکل جوری مرتب را همیشه شاگرده گرامی ای کامه چند؟ بی ای در سیستم کمیات وضعیه یکیش مختصر روی محور است، دیگر مختصر روی محور از مبدأ کمیات وکتور شعاع میده. طول وکتور شعاع شاگرده گرامی از رابطه طول زید اینجا مطلقا معنا نداره. طول زید یا طول وکتور شعاع که توسط زید چی میشه؟ تشکیل میشه مساوی میشه به جذر دوم ای مربع جمع بی مربع. صحیح شد انشاءالله. حالا میریم نشته میکنیم مثال هست نمیجا یک مثال هست. مثال مشتا از شاگرده عزیز که اعداد زید رو به شکل استاندارد بنویسی. اعداد زید رو به شکل استاندارد بنویسی. استاندارد شاگرده گرامی یا میاری رو میگنش نیه؟ شکل استاندارد یا شکل میاری. صحیح شد انشاءالله. در شکل استاندارد یا طور باشه که اول حقیقی میاد دو مفهومی میاد. قیمت یک جدول با شما شاگرده گرامی جور میکنم
اینجا نوشتار میکنم اعداد چی؟ مختلط. اینجا نوشتار میکنم شکل و استانداردش. سیست شکل استاندارد. مثلا من داشته باشم چمه؟ دوی مطبط سی. آره این استاندارد است نه خیر. خب فکر کنم بگیر شاگرده گرامی که اساسی ترین درسه کنکور است. این استاندارد بخاطر نیست که اول ملغمی آمده دو حقیقی. و این استانداردش میشه سه مطبط چند؟ آفاری شد. دیگه که داشته باشیم منفی آی منفی دو. شکل استاندارد؟ نیست. بخاطر که اول ملغمی آمده دو حقیقی. خیلی دوشتا میکنیم منفی دو منفی آی. در شکل استاندارد که روشتا میکنیم موقعیت هایش تغییر میتیم اما علام هایش تغییر نمیتیم. اگر داشته باشیم شش آی منفی سه. خیلی منفی سه مطبط چند؟ شش آی. اگر تمام موهومی خالص باشه چند آی باشه؟ دو آی. ای سفر جمع دو آی. چی گفتم؟ سفر جمع دو آی. اگر خیلی خالص باشه مثلا شش باشه شش جمع سفر آی. شش جمع سفر آی. کل اگه فهمیدین شما های در اشکال استاندارد یاد بگیرید عدد ثابتتان قیمت ایست و قیمت ایرم عدد حقیقیتان با مذرم عدد حقیقی قیمت ایست ای چند میشه سه بی ضریب آی است بی ضریب آی است خیلی ای مام سه بی مام دو این هم شاید اگرامی در اینجا خیلی ما میتونم نشته کنم که ای سه بی دو دو آی نی تنها دو تنها دو شاگرده این حیات عزیز اینجا ایمان منفی دو بیمان ضریب های چند هست؟ منفی یک اینجا ایمان شاگرده منفی سه و بیمان شش آیش نشته؟ نمیشه آفرین شاگرده اینجا ایمان دفر و بیمان دو آی نی گفتم که در قیمت ای قسمت چیست؟ حقیقیست نشته میکنی و قیمت بی ضریب آی هست ضریب آی در بی آی نشته نمیشه ای ایمو شاگرده از اینجا شش و بی ما چند بازم تکرارش میکنم در شکل استاندارد قسمت حقیقی ایس ضریب آی بی است ای سه میشه بی دو میشه ای چند میشه؟ منفی دو بی ما منفی یک میشه ایمو منفی سه و بی ما شش میشه ای سفر بی ما دو ای شش بی هم سفر آفرین شد فهمیدین شد؟ بگید شاگرده عزیز در مثال دوم است که قسمت حقیقی و مفهومی اعداد ضریب را نشان اعداد مختلط قسمت حقیقی قسمت مفهومی آر ای زید و چی؟ آر ام زید شاگرده گرامی مثلا من شده میکنم سه مثبت چند دوی به شکل استاندارد نیست از قسمت حقیقیش سه این شده میشه چند سه مفهومیش دو آی این باریکیش است قسمت چی؟ مفهومی امرایش چی دارن؟ آی دارن آی دارن آر ای زیدتان قیمت ایس و آی زیدتان ضریب های است ضریب های تنها دو تأکید میکنم که در قیمت چی؟ آی ام زید دو نشته میشه اما آی نشته نمیشه اینمی دیگه باری کشه فامیده میشه دون؟ دیگه مثلا اگه داشته باشم چهار منفی چند های؟ آفرین شما بود قسمت در پی چهار منفی پنج چهار برکانوی منفی پنج در آی ام زید ضریب آی نشته میشه اما خود آی نشته نمیشه شما بود دیگه اگر داشته باشیم دو مطبط چند آی قسمت در پی دو مفهومی آی آی میشه نه آی زید هم دو ضریب آی چند هم آفرین شما کلا این فهمیدم اگر باشه فرض کن چند آی دو آی این شکل استانداردش سه سر جمع دو آی نیست ای استاندارد شما بگی حقیقی مفهومی قسمت حقیقی مفهومی ضریب آی دو پس این تو مانا داره که آر ای زید قیمت ایس و آی ام زید قیمت ایس در آی ام زید ضریب آی نشته میشه خود آی نشته در قسمت مفهومی هم ضریبش نشته میشه و هم خودش نشته میشه امیدش دون شالله بگیم مثال بعدی شاید که نهایت عزیز گفت اعداد زید را به شکل جوره مرتب بنویسید متوجه باش ما نشته میکنیم باز همینجا
اعداد مختلف جوره مرتبش حقیقی موهومی اول حقیقی نوشته میشه دو موهومی آیم زید اول نوشته میشه آیم زید دو قیمت ای اول نوشته میشه قیمت بی دو ای قسمت حقیقی بی ضریب آی مثلا شش مثبت چند آی دو آی جوره مرتبش ای ما شش کامه دو آی نوشته نمیشه خب میدی؟ فقط نوشته میکنی ای ما شش بی ما دو خیلی جوره مرتبتی شش کامه دو دکه سه منفی چند؟ جوره مرتبش سه منفی دو سه و منفی دو اگر داشته باشیم سه مثبت پنج آی سی پنج ای سه کامه چند؟ پنج فامیدشت انشالله اگر شاگرده عزیزی تو باشه که دو آی منفی در اول باشن نیستم در منفی در چند دو اگر شاگرده عزیزی باشه که فرض میکنیم فقط دو آی باشن صفر دو در جوری مرتب اولش ای دومش ایج شش از بی دو ای ما سه بی ما منفی دو ای سه بی هم ای منفی در بی هم ای سفر بی هم دو بی اعداد مختلط و ای هم جوره مرتب شاگرده بیرم نوشته کنیم درس دیگه با شاگرده عزیز تساوی دو عدد مختلط است به این مانو که دو عدد مختلط چه وقت با هم دیگه مساوی میشن در کلی تو فرمول اگه جور کنیم یکش مطبط ای مطبط چند باشن دیگهش سی مطبط چند دیاری باشن همین دو تا زمانی مساوی میشه که قسمت حقیقی اولی با قسمت حقیقی دومی مساوی میشه ای مساوی بستی شد قسمت موهومی بیایی مساوی با چند دیاری شد بیایی مساوی با چند دیاری شد اطراف تقسیم آیی کنیم آیی خلاص نمیشن میشن نی های دو عدد مختلف گوش کن دو عدد مختلف زمانی مساوی میشه که قسمت حقیقی با قسمت حقیقی قسمت موهومی با قسمت حلنی دو تا عدد زمانی مساوی میشن که A همراه C و B همراه D مساوی میشن اینی میتفکر باشم ما در کنکور سامان فامیده انشالله هر عنوان از این سوال فرم است هیچ عنوان از این نیست که مثل شبه گوید نخوان در شما در عنوان کنکوری تا نشتر کرداد مختلف و موهومی یعنی خوب بخوندش و دیگر دیگر در سالان نیست و اوجودم بخش گنج کنکور ریاضی بخش ای البته کلان مشتر و عداد مختلط و وقتی که درس خلاص کردیم بدور هم میکنیم خب بلند شد فعلا نه یعنی چون نه شروع شده برم ای مثبت بی آی با سی مثبت دی آی زمانی مساوی میشه که ای همراه سی و بی همراه دی مساوی شود یعنی قسمت حقیقی با قسمت حقیقی و قسمت موهومی با قسمت موهومی این شرط شد شاگر دارم این شرطش هست ایران با شما مثال چطور میام؟ مثال اولش هم میدیم مثال اولش هست که دو مثبت چند؟ ام آی مثبت بکن مثبت سیر سوال کتاب مکتب خب گوش اینا شاگر دارم های تعدید و اشار قسمت حقیقی دو هست قسمت حقیق هست و میر آهدی فهمیدیم که کم مثبت به دو فامیده انشالله خلاص قسمت موهومی ام آی سی آی اگه بیشتر میگیریم ام آی مساوی با سی آی کل معادله تقسیم آی شد آی با آی در مخلص سی این حال اختیار روش کنیم ایوز کلچه نوشته کنیم دو ایوز چی نوشته کنیم سی دو مثبت سی آی ایوز کلچه نوشته کنیم دو مثبت دو مثبت سه آی با دو مثبت سه آی با هم های در کل میگیم دو عدد مختلف زمانی مساوی میشن که قسمت حقیقی با قسمت و قسمت موهومی با قسمت موهومی در اینجا که قسمت حقیقی دو بود و حقیقی از این کم بود پس کم مساوی با دو و قسمت موهومی از این ام آی بود از این
سیر ام آی مساوی با سیر کل معادله تقسیم آی آی ام بای آی آی ام بای آی خلاص ام چند شد سیر و کل چند شد دو آفرین شما مشتاق نیست اول اولش و سوال بعدی بکن شاگرده گرامی سوال دوم سوال کتاب مکتب است x منفی y آی مساوی با منفی یک منفی قیمت x و قیمت y شاگرده گرامی اینی حقیقی است چون از بای خود آی و یا منطقی است بنی راحتی x مساوی با منفی یک میشه حوصله و این هم قسمت چیست؟ منفی y آی مساوی با منفی آی منفی y آی منفی آی کل معادله تقسیم منفی آی متوجه منفی آی هم بگذو منفی تقسیم منفی آی تقسیم آی پس قیمت اکس ما باید منفی یک و قیمت وای ما باید یک شد آفرین شد مشتاقم سوال سیم شاگرده عزیز متوجه باشی بازم ببینی قسمت حقیقی با قسمت حقیقی مساوی است منفی دو اکس مساوی میشه بعد سه صحیح شد؟ کل معادله تقسیم منفی دو اکس مساوی با منفی آفرین شد شاگرده گرامی اینی قسمت قسمت موهومی با موهومی مساوی منفی سه وای آی منفی دو آی کل معادله تقسیم منفی منفی سه آی خلاص وای منفی تقسیم منفی مصر آی با آی خلاص دوی بر سی های شاگر داری برمی قیمت اکس ما منفی سی بر دو قیمت وای ما مصبت دوی بر سی مشتاقی شاگر داری عزیز سوال دوم سوال کتاب مکتب است زید یک مصبت بر جزد دوی اکس مصبت جزد سی وای آی زید دو مصبت پنج منفی شش آی گفته اگر زید یک با زید دو مصبت شوند قیمت x و y چند میشه؟ اینا شما ببینید زمانی دو تا مساوی میشه که قسمت حقیقی با قسمت حقیقی مساوی شه. گوش کن. جذب 2x مساوی با چند؟ 5. کل معادله تقسیم جذب 2. x میشه 5 بعد جذب 2. آن تقسیم به جذب 2 بابا جذب 2. 5 جذب 2 بعد 2. این الان عرش شاگرد گرامی اینی منفی شش آی با جذب سه آی مساوی منفی مثبت جذب سه وای آی منفی شش آی کل معادله تقسیم چی؟ جذب سه آی خلاص وای منفی شش بر جذب چند سه جذب سه با جذب سه وای میشه منفی شش جذب سه بر سه سالش کن منفی دو جذب سه پس قیمت وای ما منفی دو جذب سه قیمت اکس ما پنج جذب دوی بر دو مشتقه سعی شد شاگرده گرامی عملیه های جمع تفریق عدال مختلط است در این مقام فهمه که قسمت حقیقی را با قسمت حقیقی قسمت موهومی را با قسمت جمع تفریق میکنه به ایمان عمل آمان رو جمع میشن مختلف علامه تفریق میشن انشاءالله که این مسائل هر مکنه بهتر میکنه مثال اول شاگرده گرامی حوث دو مصبت پنج آی مصبت حوث سه مصبت چند چند گوش کن متعجیب اول که شاگرده گرامی این قسمت اول یک قوث هست نه قلب قوث کنم علامه مصبت منفی هم پیداشتن این قوضش ضرور نیست اگه ایچ علامه منفی میبود این منفی در داخل اگه کدام عدد هم میبود عدد در داخل ضرور میشه پس این خودش دو مثبت پنج آی در اینجا شما میبینین این مثبت در داخل ضرور میکن سه مثبت چهار آی آفرین گوش ببینین قسمت حقیقی دو قسمت حقیقی سه جمعش میکن پنج قسمت موهومی پنج آی جمع چهار آی نو آی میشه فامل انشاءالله بشکل به شکل استاندارد نیست
هر قسمت افکیش 5، مالومیش 9 آی، قیمت ایما 5، قیمت بیما 9، آی آر ای زیدش 5، آی ام زیدش 9، با شکل استاندارد و مس از نیست جوره مرتب شد 5 کامه 9 نشتر. سوال دیگه هست که قوس 5 منفی آی منفی قوس 7 مثبت 3 آی. ایدو شو گدایدی در سوال اول مشکل نمیده شالا فقط مثبت در داخل قسمت افقی 2 جمع 3 5 قسمت مهمی 5 آی جمع 4 آی 9 آی. شو گدای نهایت عزیز اینجا نشتا میکنیم 5 منفی چند؟ 5 گوشگو نیالامی منفی در داخل زرد میشه منفی هست منفی 3 خوب متعجی 5 منفی هفت منفی 2 شاگرد گرامی منفی آی منفی 3 آی منفی 4 آی به شکل استاندارد هم هست قیمت ایما منفی 2 قیمت بیما منفی 4 آر ای زیدش منفی 2 آی ام زیدش جوری مرتب شد منفی 2 منفی 4 میشه. امید انشاءالله بگید شاگرد عزیز در سوال بعدی ببینید 8 مثبت 3 بر 4 آی است منفی قوس منفی 7 مثبت 3 بر 3 آی میشه. گوش کن اینجا نوشتن این قوس ضرور نیست هیچ که ضرور نیست خیلی نوشتن میکنم 8 مثبت 3 بر 4 آی خودش آفرین اینی علامه منفی در آخر ضرب میشه مثبت منفی 3 بر 3 آی متوجه شاگرد گرامی در اینجا قسمت افقی علی است که 8 جمع 15 میشه 3 بر 4 آی منفی 2 بر 3 آی میشه متوجه باشه این منشتاره اگر 15 دوباره خودش من منشتاره 12 تقسیم 4 3 3 12 تقسیم 3 4 3 8 آی 15 دوباره هست خودش از نوعی که 8 آی برم آی میمونه آی بر چند؟ مشتق اینجا میشود به شکل استاندارد هم هست قسمت افقی قسمت مهمی آی بر 12 بقیه جا بده قیمت ایما 15 قیمت بیما 1 بر 12 1 بر 12 امیدی آر ای زید ما 15 آر ام زید ما 1 بر 12 جوری مرتب شد 5 15 و 1 بر 12 سوال چهارم شاگرده گرامی متوجه بشی منفی 6 منفی 5 بر 8 آی مثبت قوس 4 مثبت 1 بر 2 آی میشه در اینجا شاگرده نهایت عزیز من نشتا میکنم منفی 6 دوباره خودش منفی 5 بر 8 آی خودش ببین علامه مثبت در داخل پس خودش میشه در این تغییرات نمیاد 4 مثبت 1 بر 2 چی؟ در قسمت دوم شاگرده این حیات عزیز گوش کن منفی 6 مثبت 4 منفی 2 در این قسمت دوم شید تو تنظیمش کنی که اول مثبت شد یعنی بعد هم منفی 6 1 بر 2 آی منفی 5 بر 8 چی؟ آی این آزش سعی شد انشاءالله منفی 2 دوباره خودش مثلا مشترک 8 8 تقسیم به 2 4 ضرب آی 4 8 تقسیم 8 1 ضرب 5 آی 5 منفی 2 دوباره 4 آی منفی 5 آی ضرب از این هم شبه منفی آی میشه منفی آی و 8 نشتر قسمت دقیقیش منفی 2 قسمت مهمومیش منفی آی و 8 قیمت ایما منفی 2 قیمت بیما منفی 1 بر 8 آر ای زید ما منفی 2 آر ام زید ما منفی 1 بر 8 میشه مشتاق نگوشه اول خوب ببینی شاگرده درجه جدیش جفت از داخلش مثبت است عدد افقیست
درجه جذریش جفت هم داخلش منفی عدد معمولی، درجه جذری جفت داخلش مثبت عدد عقلی، درجه جذری جفت مجذورش منفی عدد معمولی. گوش کن، کار اولی که میکنیم جذری سه دوباره ایچون معمولی جذری دو آی منفی، جذری دوازده خودش، چون این معمولی جذری اشت آی ایش. سایش دن شالو بایست درسته که دیروز ما شما خواده معادل سازی بود. جذر سه مثبت چند؟ جذر دو آی خودش. در اینجا منفی در داخل منفی جذر دوازده منفی جذر اشت آی متوجه باش. شاید در این حیات عزیز اینا جذور فعلا مشابه نیم بلکه این هم ایمانه. دوازده را تجزیه کنید دو مربع ضرب سه، مربعش باجاز دو جذر سه، یا دو مربع ضرب دو مربعش باجاز خلاص دو جذر دو چی؟ آل. آل شاگردای نهایت عزیز جذر سه منفی دو جذر سه منفی جذر سه شما کار کنید جذر دو منفی دو جذر دو منفی جذر دو آل. های جوابش میشه منفی جذر سه منفی جذر دو آی شاگرده گرامی. اینمی جواب سوال شد. صحیح شد؟ به شکل استاندارد هم از قسمت هم بکی منفی جذر قسمت معمولی منفی جذر دو آی قیمت ایما منفی جذر قیمت بیما منفی جذر دو آل ایزاید ما منفی جذر آل ایزاید ما منفی جذر دو جوری مرتب شد منفی سه کاما منفی جذر دو میشه. مشتاقم سوال بعدی شاگردای عزیز است که منفی هفت منفی جذر دو منفی هفتاد دو جمع قوس هشت مثبت جذر دو منفی. اینجا چون درجه جفت داخلش منفی و درجه جفت داخل یا مجذور منفی اعداد معمولی هستن شاگردای گرامی. منفی هفت خودش این میشه منفی جذر مربع 72 آی مثبت در وشت مثبت هشت یا میشه جذر مربع 50 آی متوجه. منفی هفت دوباره 72 رو در جذر خوانده 6 مربع ضرب 2 میشه 6 جذر 2 آی هشت هم خودش یا میشه 5 مربع ضرب 2 مربعش با چنده؟ 5 جذر 2 آی متوجه بشه که دارم این منفی 7 جمع 6 1 میشه منفی 6 جذر 2 مثبت 5 جذر 2 منفی جذر 2 1 منفی جذر 2 آی شد. عدد به شکل استاندارد و من قسمت حقیقیش 1 معمومیش منفی جذر 2 آی این قیمتش 1 بی منفی جذر 2 آر ای زاید یک آر ایم زاید منفی جذر دو به شکل جوره مرتب هم یک کاما منفی جذر دو. مشتاقم شاید از پیدامه دست ما عملی ضرب اعداد مختلط است که دو عدد مختلط مانند دو پولینوم ضرب می شوند. گوش کن مثالش شما متوجه باشه. مثلا سوال اول است که دو مثبت های منفی دو آی متعجیه چطور ضرب میشن؟ شکر دارین حیات عزیز گوش کن عدد اول ضرب عدد اول ضرب دومش دو سه منفی چار آی خلاش شدی اوزاله اینا نوبت آی هست آی ضرب عدد اول آی ضرب عدد دو سه ضرب آی سه آی مطبط ضرب منفی منفی دو آی مربع ایتو میشه. سعی شده شما گوش آی مربع منفی یک ضرب شما مثبت دو آی مربع چند بود؟ ما شما یک جمع بندی کرده بودیم آی جذر دو می منفی یک آی مربع منفی یک آی مکعب منفی آی آفرین شما. این بسیار کمک کنیم در تمسایل بنام شاگردان حضرت عزیز اونجا سوال سازی میکنیم و جواب حاصل میشه درست هست انشاءالله. ببینی شاگردای عزیز اونجا شد شش چند ماند؟ شش. اینجا سعی کنیم
اینی هم مشابهستن منفی چهار آی مثبت سی آی منفی آی اونجا هم دو شد دور فامیلش دو شد یعنی آی مرامه چی بود؟ منفی هم ضربی منفی شد مثبت دو شد شش دو هشت میشه هشت منفی چند آی یاد گرفتین شد یعنی از مدورش میکرم دو در اول ضرب شد دو سه دو منفی چهار آی آفای میشه باز آی ضرب سه سه آی مثبت ضرب منفی منفی آی ضرب دو منفی دو آی ضرب آی آی مربع شد رو دارید شش خودش منفی چهار آی مثبت سه آی منفی آی آی مربع منفی یک ضرب زی مثبت دو شش دو هشت منفی آی و عدد هم به شکل استاندارد دست مشتقه این متعیدی باشه پنج منفی چهار آی ضرب هفت منفی دو آی میشه متعیدی پنج ضرب هفت میشه سی و پنج پنج دو ده میشه سی و پنج دو پنج ده آی آفره شده اینجا منفی چهار هفت بیست و هشت منفی بیست و هشت آی میشه منفی در منفی هشت آی مربع آفره شده گوش کن سی و پنج دوباره اینجا کس مشابه استن منفی ده منفی بیست هشت منفی سی و هشت چی آی هشت هم خودش آی مربع آفره شد سی و پنج منفی سی و هشت یا منفی هشت آفره شد سی و پنج که منفی هشت بره بیست هفت منفی سی و هشت آی شد مشتقه شد و منظورش یک عدد مختلط است و شکل استاندارد هم است قسمت افقی منفی بیست هفت قسمت مهمی منفی سی و هشت آی میشه مشتقه سوال دیگه ایش هست که دو منفی های کل این مطابقت منفی بی کل مربع دوان دو مربع دو چند دوان دو ضرب چی؟ مربع دو آی مربع ایتوش صحیح شده شما گوش کن چهار خودش منفی آی مربع آی منفی یک میشه نی؟ بود منفی ضرب مثبت منفی یک بود من اشتش میکنم فهمید شما چهار منفی منفی یک میشه اینجا چهار داره یک منفی یک شد های جا سوال سه منفی چهار های شد کلا این فهمید شما دیگر طریقی از دور میتونین اگر اون طریقه را نفهمید شده متوجه باش دو منفی های کل با این مانا دو منفی آی ضرب دو منفی های مثبت نه دو طرف کاملا یکسان دو دو چهار دو ضرب شود چهار منفی دو آی این خلاص شد باز منفی های ضرب دو منفی ضرب منفی مثبت های منفی دو آی مثبت چی؟ آی مربع چهار خودش منفی آی مربع چهار که یک برم خلاص اگر در دو طریق جوابش هم سه منفی چهار آی میشن هر کدامش که ساده است خود شاگرد را میاد بگیرید بسیار شاگرد این هر دلیل سوال چهارم است سه مثبت دو آی کل باز مربی حد اول دو چند حد اول در بعد دو مربی حد دوم دو آی کل آفرین شد مطابقت مثبت بی کل مربی سه مربی مانو دو سه شش هشت دو آفاره مثبت چهار آی مربع گوش نو خودش مثبت چهار خودش آی مربع و این نو مثبت چند منفی چهار شاید بدهید از نو منفی چهار شود پنج مثبت آفری شود مشتقی سوال پنجم یک چند تا طرف مستوی شد خودتان کار کنید سه منفی دو آی سه مثبت دو آی
الفای مساوی ان شاء الله میشناسین. 3 ضرب 3 منفی ضرب مثبت 2 2 4 آی مربع. نو دوباره آی مربع ضرب شر مثبت شد. جواب سلام مشتاق. صحیح شد. این دیگه شکار کنید. 5 منفی آی 5 مثبت دار. 5 5 منفی ضرب مثبت آی ضرب آی 25 25 خودش اینجا میشه مثبت 1 نشته کنه. میفهمن کلگی؟ چطور؟ آی مربع چیست؟ ضرب دیش آی جمعش کنیم 26. صحیح شده انشاءالله. ایشال کار کنید شاگرد عزیز. دوای منفی 3 ضرب دوای مثبت چند؟ 3. دو دو آی مربع مثبت در منفی 3 3 4 خوش آی مربع منفی چند؟ منفی 4 منفی 9 جابش منفی 13. پس باز میخوانیم شاگرد این حیات عزیز که دو عدد مختلف که یکش مزدوجه دیگهش باشه ضرب شوند. حاصل ضربشون اعداد حقیقی است. مثلا 3 منفی 2 ضرب 3 مثبت 2 جواب شدن شد 13. 13 اگر داده حقیقی است. 5 منفی 2 ضرب 5 مثبت 2 جواب شدن شد 26. 26 اگر داده حقیقی است. 2 منفی 3 ضرب 2 مثبت 3 جواب شد منفی 13. منفی 13 هم اگر داده حقیقی است. امید انشاءالله.